نشست علمی روزانه ای آیت الله عزما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 22 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله عزما شیرازی در این نشست در رابطه با احکام ارتداد فرمودند مسئله ارتداد مسئله ساده ای نیست و به راحتی نمی توان به کسی نسبت ارتداد داد. و گاه برخی از مواردی که تصور می شود ارتداد است در واقع ارتداد نمی باشد بلکه به دلیل برخی از حساسیت هایی که برخی از مردم و مؤمنان نسبت به بعضی از اعتقادات خود دارند برخی از موارد را ارتداد تلقی می کنند اما هنگامی که در آن موضوع دقت می شود مشخص می شود که ارتداد از دین صورت نگرفته است معظم الله با اشاره به آیه 137 سوره نسا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا آنان که ایمان آوردند سپس کافر شدند بار دیگر ایمان آوردند و دوباره کفر ورزیدند فرمودند در زمان رسول خدا با آنکه برخی از افراد بارها ایمان می آوردند و دوباره کافر می شدند و باز هم دوباره برمیگشتند رسول خدا با آنان معامله ارتداد نمی کردند و همچنین امیر المومنین صلوات الله علیه در رابطه با کسانی که با ایشان جنگیدند و در مقابل حضرت شمشیر کشیدند حتی برخی به ایشان دشنام دادند و بالاتر از آن گاه نسبت کفر به امیر سلام الله علیه میدادند، اما حضرت با آنان معامله کفار ننمودند بلکه همچون مسلمانان با آنها معامله میکردند. ایشان در ادامه فرمودند جمعی از فقها از جمله مرجع تقلید راهل مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی گفتند که اگر کسی دچار فساد فکری شد اما آن فساد در جامعه فراگیر نشد احکام ارتداد در مورد او جاری نمی شود با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم شوفو نحن ابناء دلیل من لیست له الولایه محل خلاف بين الفقهاء اعماله صحیحه مو مقبوله، جماعه قالوا جماعه قالو و انا اتصور، حال القول قول اصح انه اعماله مو صحیحه اصح. سایر موارد فقه مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت‌العال ازما شیرزی به این شرح بود. حکم حرکت در نماز در حال قرائت شرح آیات 276 و 278 سوره بقره حکم تزاهم بین تطهیر مسجد و اقامه نماز توضیحاتی در رابطه با قاعده فراغ، تجاوز و تسامح حکم نجاست موش، حکم خرید و فروش چیزهای حرام تفاوت تواتر لفظی و معنوی و اجمالی حکم سرایت نجاست به اشیاء جامد و مایع تفاوت جبر میان انسان و موجودات غیر زبیل قول، مواردی در رابطه با تعلیف قلوب و مقدار پوشش لازم برای زنان در نماز و غیر نماز از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیتولالوز رزی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید